مرکز خبرنگاران افغانستان AFJC نسبت به طرح تازه طالبان مبنی بر ثبت نام خبرنگاران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که این طرح زمینه ساز فشار بر خبرنگاران است. این مرکز در اعلامیه روز دوشنبه 14 فروردین گفته است که طرح یاد شده خارج از صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و خلاف روحیه و استقلال کاری خبرنگاران می باشد. این نهاد خواستار لغو این طرح از سوی طالبان شده است. گفتنی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تازگی تصمیم گرفته است که اطلاعات خبرنگاران در افغانستان را در بانک اطلاعاتی این وزارتخانه ثبت و برای آنان کارت شناسایی توزیع کند. خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت گفته است که غیر از وزارت اطلاعات و فرهنگ دیگر هیچ نهاد حکومتی حق دخالت مستقیم در امور مطبوعاتی را ندارد. این تصمیم طالبان نگرانی هایی را در مورد امنیت جانی خبرنگاران نیز در پی داشته است. از زمان تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان به دلیل وضع محدودیت و سانسور، فعالیت صدها رسانه متوقف شده و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. پیش از این گروه طالبان اقدام به پرونده سازی و محاکمه غیابی اصحاب رسانه و خبرنگاران در خارج از افغانستان نیز کرده بود. برای بررسی بیشتر در این مورد آقای رمضان کاظمی خبرنگار از کابل با ما هستند. آقای کاظمی سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما آقای کاظمی، بفرمایید دلیل وضع محدودیت های روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. من فکر میکنم که طالبان به دو دلیل اساسی به وضع محدودیت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها دامن میزنند. امارات اسلامی یا طالبان از خبرنگاران و قدرت رسانه ها در افغانستان هراس دارند. جهان شاهد است که عملکرد و کارکرد طالبان در بسیاری موارد با انتقاد مردم افغانستان و ملل متحد همراه است. با این حال طالبان با اعمال محدودیت ها علیه خبرنگاران مانع بازتاب چالش ها و مشکلاتشان می شوند و تلاش دارند تا صرفاً خواسته ها و عملکرد مورد پسندشان را از طریق رسانه ها به گوش جامعه جهانی برسد. به گونه مثال من به عنوان یک خبرنگار در کابل برای چندین انفجار در کابل رفتم، اما در یکی از رویدادها حتی موفق نشدم که یک عکس از محل انفجار بگیرم. این نمونه برجسته از محدودیت طالبان علیه خبرنگار است. در مسائل دوم از طرف دیگر طالبان از نگاه ایدئولوژی با خبرنگاران مشکل دارند. طالبان فکر میکنند که خبرنگاران در جریان 20 سال گذشته با کشورهای غربی همسو و همکار بوده و از این جهت پیرو کفار شدند. حالا این مسئله بیشتر در نزد نیروهای امنیتی در سطح شهر وقتی که ما برخورد میکنیم برجسته و روشن میشه. حالا تصمیمی که جدیداً از طرف طالبان اعلان شده، ثبت نام هویت خبرنگاران در دیتابیس طالبان است که این یکی از محدودیت‌هایی است که چشم و گوش خبرنگاران را می‌خواهند که با ترس و هراس کنترل بکنند. آقای کاظمی، ادامه وضع محدودیت و سکوت جامعه جهانی و نهادهای تأثیرگذار از وضعیت خبرنگاران در افغانستان چه پیامدهایی در پی دارد؟ بفرمایید. در این صورت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان با چالش های بسیار زیادی مواجه خواهند شد. حتی متوقف شدن رسانه ها نیز دور از انتظار نخواهد بود، چون شما می دانید که پس از تحولات سیاسی در افغانستان فعالیت بسیاری رسانه ها متوقف شده و در حال حاضر تعداد محدودی از رسانه ها در افغانستان فعالیت می کنند. و در صورتی که سکوت جامعه جهانی
و نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان همچنان ادامه پیدا بکنه، واضح است که آزادی بیان به گونه کامل از بین خواهد رفت و پیامد آن روی حقوق بشر و حقوق زنان بیشتر احساس خواهد شد، چون در حال حاضر رسانه ها یکی از مدافعان حقوق بشر به شمار می روند و در صورتی که رسانه در افغانستان وجود نداشته باشد و یا با محدودیت روبرو باشد، نقض حقوق بشر، نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان و از سوی طالبان بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بسیار زیاد وظایفشان را از دست خواهند داد و در شرایط بد اقتصادی دست و پنجه خواهند زد. من فکر میکنم که طالبان با اعمال محدودیت ها کارشان را سخت‌تر میکنند و از سوی دیگر در صورتی که جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران و تاثیرگذار هستند برای این وضعیت موجود سکوت بکنند، وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان محو خواهد شد و جامعه افغانستان به یک جامعه مرده تبدیل خواهد شد. تشکر میکنم از شما آقای کاظمی. رمضان کاظمی خبرنگار از کابل با ما همراه بودند.